مثال 109، همونطور که در تصویر مثال 109 ملاحظه میکنید، یک رکتانگل یا مستطیل در ابتدا رسم شده، حروف REC رو در خط فرمان تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. Specify first corner point، مختصات گوشه اول رو تعیین کنیم، 50 و 10 معرفی میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم و other corner نسبت به نقطه قبلی 10 و 5 رو تایپ میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. رکتانگل یا مستطیل یک نوع چند خطی یا پولی لاینه از نوع دو بعدی، حرف F رو معرف فیلت تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم. اینجا اگر ملاحظه کنید الان ریدیوس یا شعاع عدد 3، ولی در تصویر مثال 109 ریدیوس عدد 2.5. حرف R رو معرف ریدیوس تایپ میکنیم، کلید انتر رو میفشاریم، 2.5 رو در خط فرمان تایپ، کلید انتر رو میفشاریم. Select first object روی این رکتنگل اگر کلیک چپ کنیم، با توجه به اینکه ما میخواییم از زیر مجموعه پولی لاین استفاده کنیم، حرف P رو تایپ میکنیم، کلید انتر، به یک باره تمام این رکتنگل رو با استفاده از زیر مجموعه پولی لاین در تمام این کورنرها، اگر من مربع انتخاب روی یکی از اذرا قرار بدم، در کورنرها فیلت یا گردی به شای 2.5 ایجاد کنیم. Select دو بعدی پولی لاین روی قسمتی از این رکتانگل کلیک چپ میکنیم، مشاهده میکنیم در واقع به تصویر مثال 109 میرسیم.